درود بر بینندگان تلویزیون مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینی هستم، اتاق مأمور روزهای چهارشنبه به وقت واشنگتن از ساعت 5 تا 6 در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز 8 جون و برابر است با 19 خرداد ماه جون 2016 است. خرداد ماه 2575 شاهنشاهیه. ببینید، من این چند بار دیگه گفتم، ما وقتی مبدا تاریخمون رو میگیم، خب از ما میپرسن، مثلا ما میگیم تاریخ تولد که فلان فلان مثلا 1300 فلان، خب میگن این 1300 شروعش از کیه؟ باید بگیم از زمانی که آقای محمد رو میخواستن بکشن تو مکه و محمد فرار کرد رفت مدینه. میگن شما ایرانی مبدا تاریختون از یک واقعی است که برای عرب ها اتفاق افتاده، اون از فرار یه نفر به یه نفر. میگن اصلا تا حالا ما توی دنیا هیچ کس نداریم فرار یه نفر مبدأ تاریخ باشه. این من نمیگم برای ما ایرانی ها بده، من میگم اصولا برای هر انسانی بده که مبدأ تاریخش فرار یه کسی از یه شهر به یه شهر دیگه باشه. این مبدأ تاریخ نمیشه. من توصیه میکنم به عزیزانی که میخوان اسلام رو حفظ کنن، آقای محمد رو احترام حفظ کنن، برن تولد چی بگیرن، تولد چی چطوری کشف میگیرید، میگید تولد مثلا فرض کنید پیغمبر، خب تولد چی بذارید، هیچ اشکال نداره. مثلا فرض کنید که شما به طور 50 سال بعد از روش دیگه، تو 50 سال تاریخ بیشتر میشه، چون آقای محمد در 40 سالگی گفت مبعوث شدم، 10 سالم تو مکه بود، بعد از این 10 سال انقدر برای دشمن برای خودش درست کرد که میخواستم بکشنش، فرار کرد به مدینه. خلا بگذاریم، وارد این قضیه نمیخواد بشه. ببینید، ما مردمان جهان سوم و مخصوصا منظورم از ما تاکید بر ما ایرانیان، ما ایرانیان هر وقت مثل شطرنج بازی مونیم که نشستیم با امریکا و انگلیس و فرانسه شطرنج بازی میکنیم، هر فنی که ما یاد میگیریم که اونا رو مثلا یاد میگیریم این فن رو به ما زدن، ما اینو بدلش یاد گرفتیم، اگه خواستن اینجا از اینجا حمله کنن این فیل رو یه دفعه بگیرن، ما این فیل رو اینجوری میکنیم اینجوری میکنیم. بعد چون روحیه‌مون روحیه دفاعیه، نمیخوایم حمله کنیم، لذا میشینیم تا اونا یه فن دیگه پیدا کنن و با اون فن دیگه حالا به ما حمله کنن، و ما اگه اون فن هم با جوابشو یاد گرفتیم پیدا کردیم، باز صبر میکنیم تا یه فن دیگه. یعنی ما هیچوقت با اونا حمله نمیکنیم، چندین قرنه همیشه حمله از غرب سمت ما بوده. البته این حمله، منظورم حمله جنگی نیست، با توپ و تفنگ نیست. الان اخیرا حتما شما در جریان هستید دیگه، میدونید که صحبتهایی هست، من البته هنوز دقیقا نمیدونم ولی هستش، صحبتهایش هست، صحبت هست که آقای خمینی یک بار با آقای جان اف کندی رئیس جمهور امریکا، یک بار با آقای جیمی کارتر رئیس جمهور دیگر امریکا مذاکره کرده. خب پس بنابراین ببینید، ما وقتی کشور رو به آقای خمینی باختیم، با جنگ که نباختیم که، باورمون باخت. مثل مسابقه شطرنج غیر مسابقه بوکس، مسابقه بوکس میزنن هم دیگر تا یکی بیفته، ولی مسابقه شطرنج نشستن پشت میز ولی یکی میگه آه من باختم تصویر. حالا ما اونجوری باختیم. البته هنوز هم میدونم، خب خیلی ها میان میگن نمیدونم ال بود و فلان بود و اینا، ولی در فارسی یه مسئله داریم، میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه. وقتی آفتاب اومد نمیخوایم بشینیم به هم ثابت کنیم بگیم آفتاب اومد، یه نفر بگه نه خیر من ثابت میکنم آفتاب نیومده، بابا این آفتاب آفتابه. من بعد از انقلاب بعد چند سال رفتم سوئد، 6 سال اونجا موندم، چون دیدم اینجا کشور من ازم گرفته، من اینجا نمیتونم بمونم. بعد همون اوایل که تو سوئد بودیم، یعنی مثلا 3-4 سال از انقلاب گذشته بود، یه راننده تاکسی به من گفتش که رژیم قبلی شما بهتر از رژیم فعلیه. گفتم شما کجا میدونی؟ میدونی رژیم قبلی ما کی بود چی بود؟ نه، من نمیدونم رژیم قبلیتون چی بود، رژیم فعلیتون چیه، ولی میدونم رژیم قبلی بهتر بود. گفتم چرا میگی بهتر بود؟ گفت برای که رژیم قبلی هر ایرانی میامد سوئد یه هفته دو هفته میمون میرفت، حالا هر ایرانی میاد تو سوئد نمیخواد بره، پر میفهمم که اون رژیم قبلی بهتر بوده. خب
حالا ببینید میتونیم سفسطه کنیم بگیم نه خیر آقای شاه اونجا اون کار کردن، آقای شاه فلان کردن. هر کسی یک عیبایی داره یک حسنایی داره. آقای شاه هم یک عیبایی داشتن یک حسنایی دارن. آقای شاه 12 سال اول حکومتش رو با تکیه بر قانون اساسی و دموکراسی و عدم دخالت در کارها گذرون، نتیجهش این شد که از کشور اخراج شد و آقای دکتر بله دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه و سخنگوی دولت و سایر ارزش فراهم کرد، اومد توی میدان بارستان سخنرانی کرد، گفت از این به بعد رژیم جمهوری شده. یعنی ببینیم ما چطوریم، یعنی یک وزیر امور خارجه به خودش اجازه میده تصمیم بگیره برای ملت ایران جمهوری شده از این به بعد، در حالی که من نمیگم که ایران نمیتونست جمهوری بشه، میتونست جمهوری بشه، ولی یه راهی داشت. باید یه مجلس مؤسسان تشکیل میشد، نمایندگان همه مردم از همه شهرستان ها میامدن اونجا جمع میشدن و اون نمایندگان اکثریتش اگه رأی میداد که رژیم عوض بشه جمهوری بشه بله، ولی یه وزیر خارجه که اختیار اینو نداره که بگه جمهوری شد. خب وقتی شاه برگشت، البته شاه که رفت ایتالیا دهمتون خودتون بهتر هم میدونید، قصدش اصلا دیگه فکر نمیکرد برگرده، فکر میکرد دیگه تموم شد کارش و به خانومش خانم سارایی اسفندیاری گفتش که شما بیا جواهرات شما و جواهرات منو بفروشیم، یه پولی به دست بیاریم بریم امریکا یه مزرعه بخریم اونجا زندگی کنیم. که همچه قدرت دارم نبود، خیلی راحت ول میکرد قدرت رو و اونجا هم ول کرد. بعد آقای زاهدی گفتش که قربان برگردید بیایید ملت منتظر شما رو. برگشت اومد اینن این هست مدارکش هست جای مختلف گفته، گفته که من به جمال امامی رهبر اکثریت مجلس گفته که من میخوام از این بعد عصای حکومت رو خودم به دست بگیرم. میگی کار بدی کرد ولی میگی جواب میده شما، میگه که نمیگه من الان خودم جواب میدم، تو دلش رو گفته، گفته آقا من که برابر قانون اساسی حکومت کردم یعنی پادشاهی کردم، شما رو بیرون کردید که پس دیگه یه کار میکنم که شما نتونید من رو بیرون کنید، ولی ازا خودم از رو به دست میگیرم، خودم همه افراد رو میذارم سر جا و حتی هم ایران در پیش برد خیلی در این 25 سال آخر ببینید شاه 37 سال پادشاهی کرد، 12 سال اولش یعنی از شهریور 20 تا 32 برابر قانون اساسی بود، بعد که رفت بیرون برگشت بعد خودش اثار به دست کرد، 25 سال اثار خود شاه دستش بود. در این 25 سال بسیار ایران ترقی کرد، بسیار ترقی کرد. در عرض این 25 سال بود که مثلا فرض کنیم که یک روغن تعویض کنیم در مشهد که متعلق به برادران خیامی بود شد به ایران ناسیونال عظیم که اتومبیل به خاورمیانه و اتوبوس به خاورمیانه صادر میکرد. یک آقای ایروانی شد صاحب کفش ملی که کفش رو به اتحاد جماهیر شوروی به ارتش اونجا کفش میفروخت و بسیاری چیزایی دیگه. و دانشجویان ایرانی در خارج تحصیل میکردن و خب همشون با شاه مخالف بودن، مسئله نبود، شاه هم کاری نداشت، ولی ما جنگ نکردیم شکست بخوریم، که با فکر شکست خوریم، یعنی ما از فکرمون یعنی از باورمون ضعیف بود شکست خوریم. کی ما رو شکست داد؟ کشورهای خارجی. تقصیر کیه؟ تقصیر خودمونه، تقصیر ما مردم کمالیم تو خیابه گفتیم بگو مرد برشا با همه سرباز خومن فخور توی خومنی، ما رفتیم خودمون سرباز یه نفری معرفی کردیم که اون یه نفر رو نمیشناختیم. خمینی چند تا کتاب نوشته بود، ناش کنون نرز بود اون کتاب ها رو بخونیم. البته بر اساس اون چیزی که ما ملت ایران عادت داریم همیشه باید انگوشمون رو بگیریم به اون من تقریب نداشتم اون حالا من هم جز اون ملت هم بگیم، من هم سوا از اون ملت که نیستم، که من هم میگم من تقریب نداشتم. من یه دبیر بودم که برای که یه خونه خوب داشته باشم که دوپلکس باشه، استخ داشته باشه، خانم ماشین آخرین سیستم داشته باشه، خودم ماشین آخرین سیستم داشته باشم، بچه هم لباس های خوب بپوشن، مجبور بودم که صبح تا شب درس بدم. نه اینکه مجبور بودم،
اما چون این چیزا رو می‌خواستم درس می‌دادم. پس بنابراین صبح می‌رفتم کلاس تا شب که می‌اومدم خونه ساعت 9 گاهی می‌رسیدم خونه. لباسم سر تا پا گچ بود. وقت تکون تکون می‌دادم می‌اومدم تو خونه. خب من فرصت این که برم کتاب آقای خمینی رو بخونم نداشتم. گویی که اینم قبول نیست. باید می‌رفتم می‌خوندم. بالاخره من یه وقتی پیدا می‌کردم بخونم. من من الان چشمام ضعیفه، با دستگاه میخونم، نمیتونم همینطوری بخونم. هرچه عینک بزنم، عینک این بیماری مکولر دژنریشن رو عینک مداوا نمیکنه. اون قبل از اینکه این بیماری رو پیدا کنم همیشه کتاب دستم بود، همیشه هر کی میرفتم یکی میخوندم. یادم توی یه مطب مینوشته بودم، مطب دکتر منتظر نوبتم بودم که من دکتر صدا کنه. توی مطب کتابی در اردو میخوندم، یه آقای پهلوان نشسته بود. خب طبیعی که وقتی من کتابی رو به فارسی میخونم اون میفهمه که من ایرانی هم دیگه. گوه آقا شما چه خوبه، وقت دارید، خوش به حالتون، وقت دارید. گفتم وقت چی دارم؟ گوه خوش به حالتون وقت دارید که کتاب میخونید، من وقت ندارم. گفتم عزیز من تا اومدی همین دکتر، من اومدم همین دکتر، تا هم تو همین اتاق انتظار نشستی که من نشستم. فرق من تو اینه که من یک کتاب با خودم آوردم میخونم، تو نیوردی، پس وقت تو داری، اون همت رو نداری. حالا بازم من نمیگم من بی تقصیرم، من تقصیر دارم، من باید این کار رو میکردم. من بالاخره باید یه صبح نیم ساعت دوتر پا میشدم کتاب میخوندم، نیم ساعت از خوابم میزدم ولی نخوندم، تقصیر منه. دیدم آقای سنجابی میگه، رهبر جبهه ملی میگه آقا خمینی الست بلست. دیدم آقای صحابی که استاد من بود میگه خمینی الست بلست. دیدم آقای طالقانی که از فامیل دوری داشتیم، از طرف مادری، گاهی من در جریان کارش بودیم، میگفتن سید محمود، همیشه تو بچه اون هم گفتن سید محمود تو زندان، سید محمود اومد بیرون، سید محمود تو زندان، سید محمود اومد بیرون. دیدیم یه خمینی فلا فلا دیدیم، هر کسی ما میشتیم، کمونیست، جبهه ملی، جبهه ملی مذهبی، هر کی میشتیم میگه که خمینی الهی. این اصلا آقای خمینی سر همه رو کلا گذاشت. اون توی پاریس این آقای قطب‌زاده و بنی صدر رو، اون آقای قطب‌زاده و بنی صدر، همین آقای دکتر یزدی، ابراهیمی یزدی، اینا آنچنان دروغ‌هایی از قول خمینی به مردم گفتن و به خبرنگارا گفتن که حتی آقای ژان پل سارتر که یکی از روشنفکرترین، یعنی یکی از مشهورترین روشنفکران، نمیتونم بگم روشنفکرترین، یکی از مشهورترین روشنفکرهای اروپا بود، گفت این قدیسه، این مهاتما گاندیه که اومده. بعد که اومد آقای خمینی اومد، ببینید خانم آقای، اگه اون سناریو یادتون میاد به خودتون یادتون بیاد دیگه، ما دیگه فلانی رفتن اعدام کردن. ما این همه میگفتیم در زمان شاه دادگاه ها درست نیستن، نمیدونم وکیل مدافع این. آقای خمینی گفت تو، آقای خمینی گفت تو احراز هویت کی کردید بکشی. این جنراله رو فرمانده نیروی هوایی گرفتن آمدن کشتنش، یکی وزیر آموزش پرورش شد اومدن گرفتن کشتنش، اصلا نه محاکمه ای نه هی چیزی، رو پشت بوم تخت تخت از اونجا جنازه رو بنزن پایین. ما اعتراض نکردیم، مهم اینه که ببینید وقتی فهمیدیم که بازم اینجوری اعتراض نکردیم. البته من خودم به تو بگم، من آقای خمینی تو بهمن ماه اومد دیگه، بهمن ماه نزدیک عید بود، یعنی اسفند میشده، یه تقریبا دو هفته گذشته بود که آقای خمینی یه سخنرانی کرد در مورد ساحل و دریا و اینا. گفت اگه فکر کردید که من اجازه میدم برید تو دریا با هم بازی بازی کنید، اجازه نمیدم. من پیش خودم فکرم ببین این فکرش از دریا و شنا و موج و همه جا بازی بازی کردنه. این میگه من اگه بخواید برید تو آب بازی بازی کنید با هم، اجازه نمیدم. یعنی فکر منو زن مردی که میرن تو آب حتما برای بازی بازیه. فهمیدم اشتباه بزرگی کردم دیگه، اومدم کنار. ولی وقتی من اومدم کنار، فرض کنید که 95% مردم طرفدار آقای خمینی شدن، حالا 2% برگردن چه اثری میکنه؟ 3% برگردن چه اثری میکنه؟ الان هم که ما در مملکت هستیم، آقای خمینی با تقلب
از سر کار اومدن. یعنی ایشون اصلا آقای خمینی ما رو گول زدن اومدن از سر کار. به ما مردم رفتن توی خیابون از میدون فوزیه تا میدون شهیاد تمام خیابون‌ها اصلی و فرعی پر جمعیت. نمیتونی بگیم نه. و رأی هم که گرفتن، من یادمه که وقتی رأی ها رو میخوندن من تو تلویزیون نگفتم آقای رفسنجانی ما که نمیشناسیم. آقای رفسنجانی یه نفر گرد میدهد، آقای رفسنجانی از اون پشت اومد گفت جلوی این توی مثلا فرقه این نفر پر من نشده من در حرف زدم کلک برین تو بگه این خاک بر سر نیم درصدی ها دیدید که فقط نیم درصد مخالف بوده اونم خاک بر سر شو کن. حالا اون نیم صد درصد به کی میگو؟ به من میگو. بلکه من اون که گفت جمهوری اسلامی عالی یاده من نرفتم رای بدم، من با خانواده هیچ کدوم نرفتم رای بدم و اون داشت فوش میداد آقای جی. خب دیگه حالا برگردم به اصل قضیه. ببینید ما با فکر با باورمون شکایت میخوریم، پس بنابراین چیزی که باید اصلاح کنیم باورمونه. ببینید الان برگردم یه جور دیگه مسئله رو بگم، شاید بهتر بتونم اون چیزی تو دلمه واضح تر بگم. ببینید قرن بیستم در نظر بگیر، قرن بیستم از 1900 تا 2000، این قرن بیستم. در نیمی از قرن بیستم، نیمه اول قرن بیستم، کارخانه‌های اسلحه سازی در دنیا اسلحه می ساختن و می فروختن به کشورهای پیشرفته و در نتیجه جنگ جهانی اول شروع شد و جنگ جهانی دوم شروع شد. بعد جنگ جهانی دوم که تموم شد، بعد دیگه سازمان ملل اومد، اینا اومدن، اینا تشکیلات اومدن، دیگه کشورهای بزرگ دیگه به هم دیگه نه جنگ نکردن. مثلا مثال میدارم، فرانسه از یک طرف آلمان، از یک طرف انگلیس، شاید مثلا 100 بار با هم جنگیدن. ولی بعد در نیمه دوم قرن بیستم دیگه قرارداد صلح بستن، گفتن اختلافاتمون رو با مذاکره و اینا حل میکنه، دیگه جنگ نمیکنه با هم دیگه. خب توجه کنید خانم آقایون، ببینید وقتی اینا جنگ نمیکنه، کارخونه اصل اقتصادی که تعطیل داشتن که، اونا اسلحه رو میسازن، هر روز سلاح پیشرفته تری میسازن. خب این اسلحه رو به کی بفروشن؟ نمیتونن که بریزن تو دریا که، باید این اسلحه رو بفروشن. برای که بفروشن باید چیکار کنن؟ باید اول نفرت به وجود بیارن، بعد بحران به وجود بیارن، بعد جنگ به وجود بیارن. خب کجا نفرت به وجود بیارن؟ بهترین جا خاورمیانه است، برای که پولم دارم، نفتم هست، اینجا بهترین جاست. بیایم تو خاورمیانه نفرت ایجاد کنیم و بحران ایجاد کنیم و جنگ آمده کنیم. اگه بخوایم تو خاورمیانه این کار رو کنیم، باید اول نگهبان خاورمیانه رو اپا در بیاریم. نگهبان خاورمیانه کی بود؟ کسی بود که اگر توی زوفار یک عده‌ای بر علیه سلطان زوفار، سلطان ببخشید، سلطان عمان، اگر بر علیه سلطان عمان تظاهرات میکردن و گروهی بودن که به اصطلاح چریک بودن بر علیه اونجا جنگ میکردن و نمیتونستن حریف بشن، به نگهبان خاورمیانه گفتن آقا بیا کمکمون کن. نگهبان خاورمیانه هواپیما میفرستاد، که توش تانک میامد بیرون، اتومبیل میامد، کامیون میامد، جیپ میامد، یه دفعه مثلا چند هواپیما میچیز، یک ارتش اونجا پیاده شده و وسیع منظم و شروع میکرد با این چریکا جنگیدن و اونا رو تارمار میکرد. پس اول بعد این نگهبان رو مینداختن. این نگهبان کسی نبود جز آقای محمد رضا شاه. البته اونایی که مخالفن چی هم میگن بی خود کرد رفت امان از بازوفار جنگید، به ما چه مربوطه که اونجا میگن؟ ولی خب اینطوری نمیشه، بلکه اونا یه تنگه هرمزه که یه سمتش کشور ایرانه، یک سمتش اون کشور عمانه. اگر تو اون کشور عمان تیراندازی میشد، تیراندازی شد به این کشتی ها، اصلا شروع ماجرا از اینجا بود که از اونجا تیراندازی شد به کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکردن. منتها تیراندازی تق 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 تق، خب این تیراندازی تق 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 و جواب ندی، بعد پازوکا میاد، بعد سلاح موشک میاد، بعد نمیدونم فلان میاد، بعد فلان میاد که اشتراق هم میکنن. پس بعد همون موقعی که با تفنگ معمولی تق 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 میکنن تو جلوشی بگیری و رفتن جلوشی گرفتن. من که دوستانم یک افسر اونجا بود، سرنگ بود که بعدن سرتیپ شد، واقعا مرد آقای بود،
رحمت الله خلیفه سلطانی. اگه زنده بود من نمیگفتم چیا گفته، چون در واقع مخفی بود، نباید میگفت، نباید مطرح میکرد. به من میگفت، میگفت اینا بین خودمون بمونه. ولی اونجا میگفت ما رفتیم اونجا، میگفت اون سلطان اونجا درآمدش از پول نفت بود. این پول نفت رو سه قسمت میکردن. یه قسمت جو صرف خانواده شیخ اونجا میشد. خانواده یعنی نه شیخ خود، زنش و بچه‌هاش، نه برادرای شیخ، خواهرهاش، بچه‌های اونا، مجموعه مثلا 200 نفر میشدن خانواده شیخ. خرج اونا میشد. یک سومش به خرج دولت و کارهای اداری و اینای همون کشور میشد. یک سومش هم میدادن به انگلیسی ها، که با انگلیسی ها قوای انگلیسی، یعنی مثلا یک لشکر انگلیسی یک چیزی اونجا اومده و مستقر بود که از امنیت اینجا رو حفظ کنه و از اون شیخ دفاع کنه. ولی اون انگلیسی کجا بودن حریف این شورش های زفار نمی شدن، نمی تونستن. لذا از ایران کمک هاست. ایران ارتشی داشت اون موقع که به قول همین دوست من خلیفه سلطانی می گفت تنها، گفت در 100 سال اخیر تنها ارتشی که رفته که از کشور بیگانه با قوای چریکی جنگیده و پیروز شده ارتش ایران بوده. یه بار دیگه میگم، میگفت در 100 سال اخیر تنها کشوری که ارتشش رفته به سرزمین بیگانه و در سرزمین بیگانه با قوای چریکی جنگیده و پیروز شده ما بودیم. حالا چجوری بود که پیروز شدن؟ این شاخ و گلو که نشکنده بودن که، نشکسته بودن که. یک مقدار نظامیگریشون خوب بود، سلاحشون خوب بود، نقشهشون خوب بود، فکرشون خوب بود، یه مقدار رفتارشون خوب بود. همین دوست خلیفه سلطانی میگفت غروب که میشد از طرف دشمن، از همون چریکای که الازش میگفتن زفار، از اونا میامدن با پرچم سفید، میگفتن بیاید جلو، بیاید بیاید جلو، بدون چی میگه میامد جلو، میگفتش که شما شام دارید بخورید؟ میگفتیم بله. گفت میوه هم دارید بخورید؟ میگفتیم بله. گفت نوشابه هم دارید؟ میگفتیم بله. گفت ما هیچی نداریم. گفت من بهشون دستور دادم یه مقدار غذا بدم، یه مقدار میوه بدم، یه مقدار نوشابه بدم. گفت نذاشتم اونجا، گفتیم بیاید بچه‌هاتون بگید بیان بردارم ببرم. میومدن برداشتن میبردن. دوباره صبح با همینا میجنگیدیم، همینا که دیشب شامشون رو ما دادیم. میدونید روحیه چقدر عوض میشه؟ خب اونا میگن که ببین این دیده بودن دیگه، وقتی ارتش ایران رو دیده بودن، هواپیمای 330 رفته بود نشسته بود، یا خودشون دیده بودن یا یارانشون براشون گفته بودن، اون نظم و اون ابهت و اون سلاح‌ها و اونا رو که دیده بودن، فهمیده بودن که اینا حریف اینا نمیتونن بشن و ضمن فهمیده بودن که اینا دشمنی هم با اونا ندارن، یعنی نفرت ندارن. منتها میگن آقا شما اینجا نمیتونید جمع بشید 40 کر بکشتی ها، یه حقا نداره. چون اون نیروهای چریکی هم که مثل امروز نبود که مثلا فرض کنیم که همه پول بدن و بیان عقیه بدن و اون یکی توطئه کنه و اون یکی فلان کنه و اونا بود. این مثلا یارو نجار بود، کاش ویل کرده و رفته بود چریک شده بود، یا مثلا راننده اتوبوس بود رفته بود، یا نقاش ساختمان بود رفته بود، این همه یواش یواش رفت برگشت سر کارشون، یعنی قوای چریکی تارمار شد. همین رفت این سر خلیفه سلطانی میگفت اون موقع سرای بود، بعدن سرتیب شد، گفتش که از اینا راننده خود من شد که جز همون ها بود. گفت وقتی تو خیابون میرفتیم، گفت چرا سرنگ از دنگی این انگلیسی رو من الان زیرش کنم، من پشت فرمانم این زیرش کنم، هرچی گناهشو من بگردم میگیرم، اجازه برای شما بگیرم. گفتم نه این چه کار میکنیم، هم چه کار نباید بکنیم. حالا نفرت ایجاد کردن چجوریه؟ نفرت ایجاد کردن اینجوریه که مثلا فرض کنیم که میرن در به آقای عبدالناصر، عبدالناصر از اسرائیل شکست خورد. میدونید حالا من برگردم اینجا بگم که در مصر فاروق پادشاه بود، جنرال نجیب فاروق رو با یک کودتا از سلطنت برکنار کرد. اون مصری ها مثل ما ایرانی ها نیستن که بگیرن یا رو تخت تبو کچن جنازه شو بدازن زمین. مصری ها مثل زمان رضا شاه ما بوده. رضا شاه مثلا فرض کنیم که نیمت افراد خانواده خاجاریه رو بگیره بکشه، حتی وزیر و وکیلشون هم کرد. این آقا
آقای خمینی بود که این همه توی ذهنش کشت و کشتار توی ذهنش باقی مونده بود، این رسوبات اسلامی باز این همه کشت و کشتار میشد. بعد آقای عبدالناصر اومد جنرال نجیب رو زد کنار جاش نشست. بعد که نشست گفت من میخوام سرزمین های عرب رو یکی کنم، از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس، من خلیج فارسی آبل نمیدونم اطلسیه، یه همچه شعاری داشت که از اینجا تا اینجا، از خلیج فارس تا اقیانوس اطلس میخوام همه کشور عربی یک متحد بشن، یکی بشن. یعنی خودش اینجا رو میگفت خلیج فارس. بعد رفت با اسرائیل جنگ کرد، شکست خورد. وقتی شکست خورد استفاده داد. خب استفای علکی دیگه، خودش گفت استفا میدم، یاراش گفتن باشه شما استفا میدیم. آقا خواهش میکنیم مگه میشه؟ مگه ما میذاریم شما استفا بدی؟ اصلا همچین چیزی نه فلان. دوباره برگشت سر جاش. این دفعه یک دیپلمات انگلیسی تو دهنش انداخت که تو بگو خلیج فارس، خلیج فارس هست میشه، اول کن بگو خلیج عربی، عربی. حالا به جایی که شکست رو جبران کنه و آبروریزی رو جبران کنه، خب الخلیج عربیه، چی؟ نفرت رو تخمش ریختن. به ما ایرانی ها روی مخ ما کار کردن که ما عربا رو بد بدونیم، به عربا کار کردن که ما ایرانی ها رو بد بدونیم، به ما کار کردن که ما افغانستانی ها رو بد بدونیم، به افغانستانی ها کار کردن که ایرانی ها رو بد بدونیم. منطقه همه به هم نفرت داشته باشیم. این نفرت داشتن این بحران رو ایجاد میکنه. بحران که ایجاد بشه جنگ میشه. الان این چقدر جنگه؟ خب این جنگ ها سلام میخواد دیگه. اینجا که جنگ میشه عربستان سعودی، من از نظر حقیقت و دقیقش نمیدونم چندین میلیارد دلار، یه رقم خیلی بالایی اسلحه خریده، نمیدونم اون یکی از اونجا میخره. ایران چقدر اسلحه میخره مجانی میده به سوریه، چقدر اسلحه میسازه یا میخره مجانی میده به هزبالله. اون بازار اصله داغه و اون اصله سازها میخوان اصلهشون بفروشن، اصلا برشون همیت نمیدن که مثلا فرض کنیم که در جنگ داخل سوریه چند هزار نفر کشته بشن، روزی چند صد نفر کشته بشن، برای اونا مهم نیست. مهم اینه که جنگ باشه تا اونا بتونه اصله بفروشن. وقتی اونجا اصله اون این جنگ هست، میرن مثلا مصر میگن آقا بیا از ما اصله بخریم. بعد در اینجا یه بهار عربی درست کردن، بار عربی درست کردن، حکومت های ثابت و پایداری که البته ایراد داشتن. آقای محمد قذافی یک حکومتی داشت که رفتار خلم آبانه در می آورد، یعنی مثلا نگهباناش همه زن بودن، زنهایی بودن که مثلا فرض کنیم که وقتی این میرفت یک کشور خارجی با اون گارد گمرک اینا درگیر می شدن گارد می گرفتن. مثلا میامد امریکا که برای سازمان ملل میگفت من باید صبح شیر شطور بخورم، چند تا شطور هم میآوردن، یه چند تا چادر میزد تو هتل موتل هم نمیرم، چادر میزد میرفت اونجا صبح از اون شیر شطور میآوردن. خب ولی به مردمش میرسید، مردمش امنیت داشتن، مردمش اصلا نمیدونستن پول برق چیه، هر کس ازدواج میکرد به زنه خونه میداد نه به مرده، خیلی برای کشورش کار کرد. ولی خب خلوچلبازی هم در نبود دیگه، ولی بالاخره بر مردمش خوب بود. الان لیبی همش شده تیکه تیکه، همش برای جمعی، هیچ کس امنیتی این چیزی رو نداره. الان همین گروه داعش توی لیبی، گروه القاعده تو لیبی، گروه های تروریستی هم اونجا کار میکنن. گروه های تروریستی هم پول میگیرن، پول در میارن. مثلا فرض کنیم که گروه بوکو هرام فیلا رو میکشه، فیلای افریقا رو میکشه، آجش رو میفروشه و از اینجا پول میگیره. هر کیلو آج رو یه جا خوندم که مثلا 200 دلار میخرن. حالا یه فیل بکشی چقدر آج داره؟ مثلا شاید 10 کیلو آج داره، 10 تا 200 دلار 2000 دلار ازش پول در میارن. خب یا ورمیدارن گروگان میگیرن 250 تا دختر رو از یه مدرسه شبانه دزدیدن، یه سریش رو پول گرفتن آزاد کردن، بقیهش رو گفتن اگه مثلا مسیحی بوده گفتن ما مسلمانش کردیم به ازدواج یکی از
سرداران خودمون در آوردیم. لابد اون سرداری پولی میده اینه میگیره مثلا من خودش. برای اینجور چیزا دیگه. یا مثلا فرض کنیم که در همین گروه داعش نفتا رو در میارن میفروشن. نفتای عراق، نفتای سوریه رو میفروشن. کی میخره؟ دولت ترکیه. دولت ترکیه قسم میخوره میگه شما یه دونه مدرک آوردی که من از اینا نفت میخرم، عرق شما میگم. معلومه تو نمیخری. واسطه ها میخرن. اون واسطه ها میخره میارن به تو میفروشن. شما یه کامیون نفت رو میخری. برو خودتون رو نمیاره از کجا اومده، ولی میدونید که اینو داعشی ها از اونجا آوردن و دادن به یک کسی، شرکت مثلا ترکیش میدل ایست، اینو به شما میفروشه. من ببینید پس رو عوض کنم وارد یه نتیجه دیگه بشم بعد ادامه بدم. اینجا نوشتم خیلی چیزا نوشتم برای شما بگم، ولی حالا این میگه. ببینید یه دوستی من دارم اسمش هست شاهین نژاد. این آقای این شاهین نژاد کارشناس نفت در شرکت نفتی توستون، در شرکت های خیلی با کار میکنه، یک مقام خیلی عالی رو پیدا کرده. زنن استاد تاریخه، یک کتاب نوشته فرازی بزرگی از قبل از نشیمی است قبل از فرازی، همچه اسمی یک نیم بیت شاهنامه اسم کتاب شو گذاشته و درباره تاریخ ایران و دلایل سقوط ساسانیان رو در اینجا نوشته. و اگر اون کتاب آدم باید بخونه، میدونین واقعا آدم باید بخونه. اگه نخونه آدم فکر کنه که این عربا خیلی قدرت بزرگی بودن، یا آدم فکر کنه که مثلا ملت ایران از دست آخوندهای زرتشتی ذله شده بودن اومدن خودشون اسلام. نه، چندین جنگ شد در ایران. در استخر شد دو بار اون حاکم عرب رو، یعنی اومدن گرفتن، همه جا رو گرفتن. بعد وقتی که خب اون لشکر بزرگ رفت، چند تا حاکم، چند تا عرب کشتن حاکم، اینا دوباره اون حاکم ها رو انداختن بیرون کشتن، دوباره لشکر اومد، دوباره جنگ شد. اینجوری نبود. و من فقط براتون بگم در عرض 4 سال 12 تا پادشاه عوض شد. خب پس بنابراین سقوط از خود ما بود. همین که مثلا فرض کنیم که در فتنه اسلامی هم که اومد کشور ما رو گرفت، سقوط از خود ما بود. ما کوتاه اومدیم، ما باورمون غلط بود که شکست خوردیم. ولی در اون در زمان ساسانی مشکلات دیگه از وارد اون بحث بخوام یه دفعه دیگه براتون تو بگم. ببینید یک امروزه این آقای شاهین نژاد در کتاب اخیراً یک کتابی نوشتن به نام مقدمه ای بر باورهای ایران شهری، همچه اسمی. کتابش بسیار جالبه. کتاب و سی دی میاد با هم میاد، قیمتش فکر کنم 45 دلاره. من چند تا خریدم به دوستانم کادو دادم. حالا ممکنه من به اونی که دادم اصلا نخونه یا مثلا، ولی امیدوار بودم که سی دیش رو بده تو ماشینش گوش بده، چون سی دیش البته سی دی هم تو همه ماشینا نمیخوره، ماشینا باید یک به صدا دستگاهشون یکم پیشرفته تر باشه. از این اینا سی دی هاییست که مثلا توش 8 تا CD رو توی یه سی دی گذاشتن. MP3 میگن، یعنی همچی چیزی اسمی داره، من وارد نیستم به این کارهای جدیدی که در میاد، ولی بگمان هم MP3 میگن. ماشین های قدیمی این پخش صداشون MP3 رو کار نمی کنه، ولی ماشین های جدید کار میکنه. برحال من چون نمیدونستم اول، من فکرم همه کار میکنم به جا. خریدم، دیدم یکی از بستگانم، گفتم گوش دادیم سیدیش؟ گفت نه، سیدیش تو ماشین من نمیخونه. دادم به یه جایی، گفتن اینو میتونیم روی 6 تا CD 8 تا CD پیاده کنیم. گفتیم پیاده کنه دیگه، منم روم نشد در دیارو ببردن چکار کرد که حالا میگه حالا یک کتاب ما داده ای میخواد سینگین کنه چی شد. برای در این کتاب بحثی میکنه از استعمار فرانوین، استعمار فرانوینی. میگه این استعمار دیگه مثل استعمار قبلی نیست که مثلا فرانسه بره چند کشور افریقایی رو بگیره استعمارشون کنه، یا انگلیس بره چند کشور رو بگیره استعمار کنه. این استعمار فرانوینیه، یعنی شرکت های بیملیتی همه دنیا رو استعمار میکنن، یعنی همون شرکت های اصل اصلاحاتی.
اینا همون قدری که امریکا رو استعمار میکنه همون قد ایران هم استعمار میکنن. یعنی اینا میخوان محصولاتشون رو بفروشن، اصلا اهمیت نمیدن که کی چجوریه. اگه با جنگ بهش بفروش با جنگ برا بندازیم، اگه با مریضی بهش بفروشیم یه مریضی شایع کنیم. به هر شکلی ما این محصولات رو باید بفروشیم و کاری باید بکنیم که مردم قید ملیت رو بزنن. قید ملیت رو بزنن یعنی چی؟ یعنی مثلا من مثال بزنم بر تو. فرض کنید که من خودم این جریانی که میگم بر تو چه از 40 سال میشه یه تو ایران بودیم، یکی از دوستانم یه دوست مشترکی داریم خلبان بود، میرفت بیرون و میامد همیشه. بعد یه دوست دیگه داریم داشتیم، به این خلبانه میگفتش که اندفرفتی یه دست لباس آدیداس برای من بگیر، منتها آدیداس ساخت امریکا باشه، پشت نوشته Made in USA. آدیداس آشنایی نداشتم، من پیش خودم میگفتم خب ما پول بدیم یه لباس بخریم که روش نوشته آدیداس، یعنی ما برای شرکت آدیداس داریم تبلیغ میکنیم. من توجه نداشتم که این موده، یعنی کسی که لباس آدیداس میپوشه زنن به خوب مردم میگه که من آدم شیک پوشی هم، لباس های گران قیمت خرم، لباس ورزشی من جنسش من مثلا از یه مارک خیلی خوبی هستم، لباس پولو دارم، لباس تامی دارم، لباس نمیدونم از این چیز مارک های مختلف. من اون موقع متوجه مارک نبودم. حالا اون شخص میگفت من آدیداسی میخوام که روش نمیشه باشه Made in America. الان یه کاری کردن که دیگه شما دنبال Made in Americaش نمیگردید، دنبال لباس ورزشی میگردید که لباس ورزشی باشه. حالا اگه پشتش بخونید Made in سنگاپور براتون مهم نیست. اون زمان یه امریکایی یه میز بیلیارد میخرید که این میز بیلیاردش مال فلان کارخونه است، فلان کارخونه مثلا شیکاگو میز بیلیارد خیلی خوب درست میکنه، من از اون کارخونه میخرم. حالا دیگه اهمیت نمیده چینیه، نصف قیمته همینی میخرم. یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم میهن پرستی، اون میهن پرستی رو در تمام دنیا اینا دارن نسلش از بین میبرن. دیگه هیچ کس میهن پرستی حالیش نمیشه، ولی کشورش نمیخواد کار کنه و خودش میخواد کار کنه. وقتی که مردم برای منافع خودشون کار کردن، منافع عموم رو گذاشتن کنار، منافع شخصیشون آوردن رو کار، اون شرکت های بیملیتی در اینجا کاملا پیروز میشن، چون هرچی میخوان میکنن. اما اگه مردم منافع کشور خودشون، منافع جمعی رو ترجیح بدن به منافع شخصی، پس بنابراین فرض کنید که آدم در ایران میگن آقا ما مثلا فرض بفهمید که لباس ایرانی میخوایم بپوشیم. خب همه لباس ایرانی در زمان شاه مثلا فرض کنید که ماشین پیکان اومد، خب یه عده از روشنفکران ما گفتن این چیزه حلق کوچولو روغن نباتیه. من یادم خودم کیهان پیکان سال 46 مثل این که در اومده بود اول، من 47 یه دونه خریده بودم. بعد که میرفتیم شمال اون مثلا اون یه بچه ها اونده بودن که همش میگفتن اتاق جلو ماشین میدادن اتاق خوب داریم، اتاق بیا اتاق بدم، اینا اتاق کرایه میدادن. بعد یک ماشین من میدادن دیگه اصلا فراموش میکنن که اومدن اتاق کرایه بدن، میگه حلب کوچولو دنبال ماشین من میدویدن حلب کوچولو. در حالی که من توی یک شهری بودم به نام تفرش، شاید زیاد شهر مشهوری نیست، نمیدونید شما اونجا رو، یه شهریست که در دورش همه کوه، مثل توی یه گودی اینجا بنا شده. بعد در نتیجه توی شما هر دهش که بخواد برید باید شیبایی برید. ما میرفتیم تا یه مثلا فلانجا میخواستیم بریم، میگفتن تا نصف راه رو میتونیم با ماشین بیاید، بعدش دیگه نمیتونیم با ماشین بیاید. همونطور که جیپا میرفتن این پیکان ما میرفت، یعنی تا جایی میرفت که جیپه رفت و وایسود و پیکان ما میرفت همون رو وای میستاد، دیگه از اون بالاتر نمیتونست بره، جیپ هم از اون بالاتر نمیتونست بره. ماشین بسیار خوبی بود. خب حالا اگر مردم ایران این تعصب رو پیدا کنن بگن ما همه ماشین پیکان میخریم و سازنده پیکان هم یکی باشه به نام آقای خیامی که دولت از آقای خیامی حمایت میکنه، دولت از صنایع داخلی حمایت میکرد از زمان شاه، الان حمایت نمیکنه.
حالا من توضیح میدم که چرا حمایت میکرد چرا نمیکنه. اون دولت ملی بود، اون دولت ملی نمیخواست پورسان بگیره، یعنی اینجوری نبود که هر ماشین پیکان فروش میره مثلا به آقای محمد رضا شاه یه پولی پرداخت بشه، نه اینجوری نبود، بلکه برعکس آقای محمد رضا شاه یه مقدار از نیروی خودش میداد که این پیکان فروش بره. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنیم که بر حسب کاری درآمد نفت زیاد بود، شاه هم یه آدم خیر بود، کمک های مالی میکرد به بعضی کشورها، کمک های مثلا فرض کنید که وام های دراز مدت میداد یا کمک مالی بلاعبر میکرد، مثلا به مصر به انور سادات کمک مالی بلاعبر کرد. انور سادات این همه به شاه احترام گذاشت به خاطر اینکه شاه به اون خیلی کمک کرده بود. البته شاه به ملک حسین پادشاه قبلی اردن هم خیلی کمک کرده بود، به پادشاه الجزایر هم خیلی به خیلی کمک کرده بود، متهمه احساس قدرشناسی و سپاسگزاری ندارن. انور سادات داشت کمک چجوری بود؟ مثلا گفت ما به شما اینقدر پول بلاعوض کمک میکنیم، اما این کمک بلاعوض میکنیم به جای پولشو بدیم به شما از ما کالا بخرید، کالا بخرید، مثلا فرض کنیم که 1000 تا اتومبیل پیکان بخرید، 500 تا اتوبوس ایران ناسیونال بخرید. از خداشون بود دیگه، اونه که پول نمیدادن که، از اون پولی که ایران بهشون اعتبار داده بود از اون پول از ایران جنس خریدن. خب به این ترتیب آقای دولت محمد رضا شاه هم به انور سادات کمک میکرد، هم به صنایع داخلی کمک میکرد. اما حالا چی؟ حالا دولت و دست اندرکاران دولت و بخشی از سپاه پاسداران که متأسفانه دوست هستن، اینا نمیخوان صنایع داخلی جون بگیره. حالا من میگم ببینید، یک نفر که مثلا سیب، حالا مثلا سیب، مثلا میوه سیب، میوه سیب داخلی فروش بره، خب چیزی به حق حساب کسی نمیرسه که. درست سیب کاره باغداره سیب رو کاشته، مثلا فرض کنیم که توی شهریار علی شاه عباس باغدارا سیب رو کاشتن و مثلا فرض کنیم که 20 صندوق سیب بار میزنن میبرن میدون، میدن به میدونی، میدونی هم میفروشه، پولش میده به اینا، یه بارش خودش برداره باغداره میده اینا، چیزی گیر سپاه نمیاد که. اما گیر سپاه چجوری چیز میاد؟ که سیب رو وارد کنه. سیب چجوری وارد کنه؟ میگه آقا من ارزون ترین سیب رو از هر جایی که باشه میخرم، حالا کیفیتش هم زیاد خوب نیست این نداره، من سیب میخرم مثلا فرض کنیم نمیدونم واحدهای وارداتی اینا چطوری، مثلا 100 تن سیب وارد میکنم، این 100 تن سیب رو میخرم، مثلا فرض کنیم که تونی 30 دلار میفروشم، تونی 100 دلار سود میبرم، گور بابای باغدار ایرانی. ببینید اینجوری میشه. یا بچه آخوندا میرن مثلا ماشین های خیلی شیک، مثلا میگن 100 تا پورشه اومده تو ایران، 100 تا پورشه رو که من شما که نمیتونیم بیاریم، که تاجر معمولی هم نمیتونیم بیاریم، بدش میانن این 100 تا پورشه رو باید مثلا آقا مرتبای خامنه ای آورده باشه مثلا، یا اون نیورده به اسم خودش درسته میشه، یکی از دوستانش آورده گفته این ته شریک اینه من میارم تو کمک هم کن، من بیارم شریک سودش نصف میکنه. خب اینا از خداشونه که مثلا ماشین های داخلی خراب باشه تا اینکه اینا بتونن این ماشین های خارجی رو بفروشن. اون موقع زمانش ها میخواستن ماشین های داخلی خوب باشه که ماشین داخلی رو به کشور خارجی بفروشن، حالا میخوان ماشین های داخلی خراب باشه که اینا بتونن ماشین های خارجی رو وارد کنن و وقتی وارد کردن سود ببرن. اینا میخوان قند داخلی ضرر کنه، اینا بتونن قند از خارج بیارن به قیمت ارزان‌تر. گروه بابای کارخونه قند که تحتیل شد، گروه باباش چون در کارا گروه باباشون، یعنی این رشت کشور ایران همون کمپانی های ملیتی هست که اصلا به ملیت اهمیت نمیدن، به سرمایه دار ایرانی اهمیت نمیدن. آقای خمینی، من این حرف رو بزنم از این قضیه بیام بیرون برم بی بحث دیگه، آقای خمینی اون آخرای عمرش گفتش من وقتی مردم از قول من خیلی ها میان خیلی حرفا رو میزنن،
ای ملت ایران، ای ملت اسلام، ای امت اسلام، نمی مالکی میگو ای امت اسلام، اگر هرچی از قول من اومدن گفتن باور نکنید، مگر اینکه من نوشته باشم امضا کرده باشم. خوب توجه کردید که گفتم آقای خمینی گفتن وقتی من مردم از قول من یه دیمیان یه دروهای میگن. هیچ کدوم اینا رو باور نکنید، فقط چیزی رو باور کنید که من نوشته باشم و امضا کرده باشم، امضای من زیرش باشه، اون رو قبول کنید. آقای خمینی که مرد، آقای رفسنجانی اومد در یه جمعی گفت، یه روز من با آقای خمینی گفتم آقای خمینی شما که مردید ما کسی نداریم جای شما بدونیم. گفت چرا، این آقای خامنه‌ای که هستن که شاهد آقای احمد آقای یادتونه آقای احمد بله بله یاد دروغ ساختن، یعنی آقای خمینی رو ملت ایران بهش رای دادن، ولی آقای خامنه‌ای به دروغ اومد. آقای خامنه‌ای شما هیچ اصلا حقانیتی ندارید که رهبر ایران باشید، حتی اگر ما رژیم اسلامی رو قبول داشته باشیم شما به ناحق هستید، ولی شما رو نه مردم انتخاب کرد، نه آقای خمینی بدن، نه آقای خمینی حق نداشت کسی رو جای خودش انتخاب کنه. آقای خمینی که پادشاه که نبود، که آقای محمد که مرد بعد اومدن سران جمع شدن آقای ابوبکر انتخاب کردن. حالا شما که مردید آقای رفسنجانی گفت خامنه‌ای چون شد خامنه‌ای، این که نمیشه که. پس شما آقای خامنه‌ای پس پسرتون رو بذارید جای خودتون، اگه شما مردید پسرتون بیاد سر کار. اینجوری ما قرار نداریم. حکومت حتی حکومت اسلامی مثل آقای محمد که فوت شد جمع شدن سران مشورت کردن کی رو انتخاب کنیم، گفتن ما آقای ابوبکر انتخاب کنیم. چرا آقای ابوبکر انتخاب کنیم؟ برای که همه احترامشو دارن، برای که از وقتی آقای محمد از مکه فرار کرد ابوبکر تنها یارش که همراهش اومد ابوبکر بود، آقای محمد و ابوبکر با هم فرار کردن. برای اینکه وقتی آقای محمد مریض میشد به آقای ابوبکر گفت برو جای من نماز بخون. برای که همه احترامشو دارن، برای که مردیست که درستی چه قبول دارم، رأی میگیریم، رأی دادن اکثریت قبول کرد آقای ابوبکر شد. آخه شما اینطوری نشدید که شما اگه میگی اسلام، خب اسلام مگه اون اسلام با این اسلام شما یارید فرق میکنه. خب حالا بریم یه مقدار بگیم از چه بر سر ملت ما اومد تا به امروز. ببینید من براتون گفتم که یه دفعه انگلیسی ها متوجه شدن، انگلیسی ها هندوستان رو تعلق گرفته بودن، یه دفعه متوجه شدن که یک کسی پیدا شد که اصلا نه مدرسه نظام رفته، نه دبیرستان نظام دیده، نه درس خونه، نه هیچی. یک کسی پیدا شد که اومد به تدریج قدرت گرفت، قدرت گرفت، شد پادشاه ایران، رفت از این ور عثمانی رو شکست داد. عثمانی یعنی کی؟ یعنی کشوری که نیم اروپا رو گرفته بود، کشوری که وقتی میخواستن باهاش بجنگن مثلا انگلیس و فرانسه و مثلا آلمان که اون موقع نبود، مثلا پروس متحد میشدن میرفتن با عثمانی بجنگن، برای اون شکست میخوردن. حالا یه نادری پیدا شد از این ورمای تخت 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 رفت عثمانی رو شکست داد، از اون ورمای تخت 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 تمام اون گردنکشای مرکز آسیا رو شکست داد. گردنکشای مرکز آسیا میگم شما فکر نکنید مثلا ممالک زخار میگن که نه، همونایی که حیاتله هونها مغلها همونایی که رفته بودن تا قلب روم رو گرفته بودن، همون هنیبال، همون سردار بزرگی که تا قلب روم رو رفت بگیره، هنیبال بود کسمش یا شبیه این رفت از این همون زرتوست های چشمنازو که آسیای مرکزی بود، رفتن اونجا تمام اروپا رو گرفتن. نادر رفت این بر همه شکست داد، رفت تا دوستان این بر همه شکست داد. انگلیسی گفت کجا اومد؟ این کی بود؟ این کی شد؟ پس انگلستان به این باور رسید که در این خاک ایران هر لحظه احتمال داره که ناپلئونی ظهور کنه. گفت پس من باید مواظب باشم که اینجا کنترل کنم که اینجا کسی ظهور نکنه. بعد از نادر کریم خان اومد سر کار دیگه، سعی کردن که کریم خان رو گول بزنن. حالا من یک اشاره بکنم، برای کریم خان یه مقدار جواهرات اینا آوردن که این جواهرات رو گفتن که من اینا که میگم بنویسن که تکرار نشاید.
کریم خان یه مقدار هدیه آوردن به کریم خان، یه خبر رسید که بله نماینده دولت انگلستان اومدن و طرف پادشاهشون به نظر ملکهشون نالو یادم نیست درست که مرد بود یادم بود پادشاهشون، برحال از طرف اون یه مقدار کادو آوردن برای شما، ظروف زیبا و طلا و نقره و این چیزا آوردن. کریم خان گفت مشورت کن، بزرگان کشور رو جمع کرد، بزرگانی که اونجا بودن جمع کرد، گفت هر کدوم نظر ما با اینا چکار کنیم. نوبت رسید به آقا محمد خان قاجار. آقا محمد خان قاجار یه پسر جوانی بود که اونجا به وسیله شاهرخ نوه نادر اخته شده بود، از مردی افتاده بود و پدرش هم جنگ کرده بود کریم خان، البته بعدا حالا بخوام وارد اون قدر بشن دیده اونم چیز بود دیگه، کشته شده بود. ولی کریم خان اینقدر آدم خوبی بود که این طایفه دشمن خودش رو توی خانم خونه خودش نگه داشت و با یکی از این خانم ها اینا ازدواج کرد، با فکر میکنم که با خواهر همین آقا احمد خان ازدواج کرد یا عمش بود یا خواهرش بود، بران از همون طایفه ازدواج کرد. بعد اینم توی کاخ خودش مثل پسر خودش نگه میداشت. پرسید محمد، آقا محمد نظر تو چیه؟ تو چی میگی؟ من گفتش که ببین آقای کریم خان، این انگلستان که هندوستانی گرفت که با لشکر و زور که نگرفت، که با حقه بازی و کلک گرفت، با نیرنگ گرفت و این نیرنگ هایی کش همینه که برای شما کادو میارن و شما که کادو رو میگیرید در نتیجه زیر منت اونا میرید و زیر منت اونا رفتید، پس فرد از شما یه خواهشی میکنن، شما شرمنده اید که بگید نه دیگه چون که کادو دادم به شما. گفت چیکار کنیم؟ گفت بهترین کار میگیم بین مردم قسمت کنیم. کریم خان دستور داد یک مسابقات ورزشی گذاشتن توی میدان بزرگ شهر، اون نمایندگان انگلستان هم دعوت کرد، خودش هم اومد باشون سلام علیکم اینا کرد، گفت بشینید اینجا. گفتم بله. مثلا قهرمان تیراندازی معلوم شد، گفت یکی از اون هدیه‌ها رو بدین به این دادن بگیم. مثلا فرض کن کشتیگیری شروع شد، قهرمان کشتیگیری اون که عمل زد گفتن یه تیکه از اونها رو بدین به این. مثلا شمشیرزنی شروع شد، دیدن که مثلا کی مثلا میتونه شمشیر رو بیشتر بزنه، مثلا بیشتر مثلا شطور رو دانی میکنه با شمشیر مثلا، بعد اونو بدید به اون. بعد یه سری مسابقه نمایشی بود، پرمونای لور سینی های مسی و برنجی رو میگفتن اینطوری پاره میکردن، سینی که توش چای میارید، سینی که توش مثلا چی میکنیم، اینا رو پاره میکردن. گفت اینا رو بدید به اینا. بعد گفتن دیگه تموم شد، گفت خیلی ممنون، حالا برید از به ملکه بگید پادشاه ایران گفت خیلی متشکرم که اینا رو دادی به این مسابقات، ما رونق دادی، ما کادو دادیم اینا. اونا رفتن، نتونستن در زمان کریم خان نتونستن به اینا منتظرن. یه اینم بگم که در زمان صفویه اول بار انگلیس و فرانسه از اونجا اومدن به طرف ایران، پادشاه صفویه به خصوص چو عباس از انگلیسی ها استفاده کرد، گفت شما با کشتیاتون کمک کنیم ما بریم پرتغالی ها رو از جزیره های خلیج فارس قشم بیرون کنیم. رفتم بیرون کرد. اگه الان هم برید جزیره قشم، اگه مسافرت کرده باشید دیدی باشید، زنهای جزیره قشم یک نقاب سیاه میذارن که چشماشون فقط معلومه. این نقاب سیاه رو چون اونجا رو گرفته بودن اسپانیایی اینا گرفته بودن، زناشون چیز بودن، اون نقاب و زنها سفید پوست اونجا میدادن که آفتاب نسوزونن چون، و زنهای قشم اینه با عنوان شیکی، فکر من این مثلا بابت شیکیه، اینا هم تقلید میکردن. شما هیچ جای ایران از اون نقاب های سیاه چرمی مانن نمیبینید که اونجا میدادن و این اونجا بوده. اما نادر این کار نکرد. نادر گفت اینا کشتی توپدار دارن، میان جزیره رو میگیرن، ما هم خوب کشتی توپدار درست کنیم. رفت به پارسیان هند، زردشتیانی که زمانی که اسلام به ایران حمله کرده بود اینا رفته بودن هند، با اونجا بسیار هم همه زردشتی ها هر جای دنیا باشن هم مهربانن هم خیرن هم پولدارن. رفت اونا گفت برای من کشتی توپدار بسازید که من خودم بفرستم سردار بفرستم برن توی خلیج فارس برای ما رو باید جنگ کنن، چرا ما باید از یکی دیگه کمک بگیریم؟ یکی دیگه ما یک کشتی چی برای ما بفرسته و یکی برای
یه جای دیگه برای شل بیان دیگه اینجوری. برحال این اتفاقات بود تا قاجاری اومد دیگه. وقتی قاجاری اومد همه اون چیزایی که انگلیسی ها میخواستن تونستن بهش برسن. من پس بنابراین از آغاز قاجاریه براتون میگم. خب من بسیار سپاسگزارم از جناب پارسا سربی در اتاق فرمان در واشنگتن که برنامه کارگردانی فنی کردن. از شما خانم و آقایونی که به این برنامه توجه کردید بسیار سپاسگزارم. یه تلفنم آقای سربی لطف میکنم اون زیر میذارم. من برنامه که ایشون برنامه که درست میکنم خیلی محبت میکنن برای من میفرستن و روی یوتیوب میذارن و یه جایی میذارن که همه مردم میتونن برن اونجا اون برنامه اگه بفهم علاقمند باشن برن گوش بدن و برای من میفرستن و منم نگاه میکنم ببینم که اون زیر هر لحظه چیز میاد، این تلفن من میاد، صندوق پستی میاد. اگر آقای صوبی توجه دارم صندوق پستی من هست 771353، یعنی 6 رقمیه، 2 7 بعد 1353 1353 یه دونه عدد شما 5 رقمی گذاشتید و اگه لطف کنید اصلاحش کنید. برحال اینجا هست، تلفن من هم اونجا هست. امیدوارم که خب برحال شما هم یه زنگی بزنید یک اجازه بدید که ما هم احساس کنیم که توجهاتی به این برنامه میشه و مخالف موافق بگید دیگه، نظرتون رو بگید دیگه. و من حرفایی که میزنم که 100% موافق شما نیست، بعضی چیزها شما مخالفت دارید، مخالف دارید، نظرتون چیز دیگه است، اون نظرتون رو بگید. من هر تلفن من از اول برنامه تا آخر برنامه اینجا بازه، هر کی زنگ بزنم این درینگ 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 تلفن اینجا برداشته بشه. برحال از خانم و آقایونی که به این برنامه توجه کردم صمیمانه سپاسگزارم و دستتون رو با گرمی میفشارم و براتون شادی و درستی و تندرستی، شادی و پیروزی و تندرستی آرزو دارم.